تنهایی آدم ها بزرگ است، خیلی بزرگ، شاید هم به وسعت یک دریا، اما برای پر کردنش یک لیوان محبت کافی است. سلامی به شما، به زیبایی و گرمای محبت قلب انسان ها در یک آبرنگ دیگه در خدمت شما هستیم. شکسته باد قلمم اگر بسرایم برای آن که بگویند شاعر است، یعنی صراف، و بنگارم برای آن که بگویند اهل قلم است، یعنی سوداورز. و در این نمایش بازار عرضه خود کالایی باشم زرورق پیچ، فریفتار نگاه ها. یا باد به قبقب افکننده توهی مغز، ویران ساز گوش ها، یا دلقکی رقصنده در باد و آنچه پسند روز نام دارد. وای بر من و شکسته باد قلمم، شکسته تر. شعر میشنویم بسیار زیبا از سهراب سپهری، آب را گل نکنیم. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره‌ای پر میشوید، یا در آبادی کوزه‌ای پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب، زن زیبایی آمد لب رود. آب را گل نکنی، روی زیبا دو برابر شده است، چه گوارا این آب، چه زلال این رود، مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمهاشون جوشان، گاوهاشون شیرفشان باد. من ندیدم دهشان، بیگمان پای چپرهاشون جاپای خداست، ماهتاب آنجا میکند روشن پهنای کلام، بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است، مردمش می دانند که شقایق چه گلی است، بیگمان آنجا آبی آبی است، غنچه می شکفت اهل ده با خبرند، چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم. اما متاسفانه هنوز هم آب رو گل می کنند، آب رو گل می کنند و برای پاکیزگیش باید مبارزه کرد. انسان ها بی توجه به سرنوشتی که ممکنه در انتظارشون باشه زیبایی ها رو از بین می برن و منافع آنی خودشون رو ترجیح می دن. همین مضمون رو استیو کاتس در انیمیشن بسیار زیبایی دنبال کرده و به نقد و بررسی کشته تا لحظه دیگه اون رو با هم میبینیم. Thank you.